رضا رشیدی فعال حقوق کودکان از لندن با ما همراه شدن. خیلی خوش آمدید آقای رشیدی. ما به جنبش دانشجوها و حضور دانشجوها مفصل پرداختیم، اما دانش آموزان به خصوص دانش آموزان دختر هم از همون ابتدای خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی به صورت مداوم حضور داشتن، به یه شکلی به هر حال اعتراضشون رو عنوان کردن. فکر میکنید که این حضور مستمر از سوی دانش آموزان دلیلش چیه؟ دو فاکتور بسیار اساسی دانش آموزان رو به کانون اصلی مبارزه علیه کل سیستم جمهوری اسلامی تبدیل کرده. یک، سیستم ایدئولوژیک آموزش پرورش که مبتنی بر قوانین شر و خرافه و همه اون مخالفت با تمام استانداردهای آموزشی که امروز در دنیا دارن به دانش آموزا یاد میدن، این هستش که دانش آموزا، خب به این توجه داشته باشیم که بخش قابل توجهی از جامعه هستن، نزدیک به 14 میلیون آمار که خود آموزش پرورش داده، و اینها در پرتو این چنین آموزش پرورشی اساسا به هیچ عنوان نمیخوان زندگی بکنن و آینده روشن در پرتو این سیستم آموزش پرورشی برای خودشون متصور نیستن. از طرف دیگه فقر نهادینه شده در جامعه جمهوری اسلامی به کل جامعه و همچنین به خانواده ها تحمیل کرده، و این هم یکی از اون دلایل اساسیه که دیگه یک دانش آموز نمیتونه چهره غمگین پدر مادرش رو تحمل بکنه، چهره غمگین معلم خودش رو موقعی که سر کلاس تحمل بکنه، و همچنین وضعیت نابسامان اقتصادی که این دانش آموزا در اون دارن زندگی میکنن و باعث بعضن خودکشی دانش آموزان شده. به این نتیجه رسیده این بخش قابل توجه جامعه که دیگه در جمهوری اسلامی، در فرهنگ جمهوری اسلامی، در فضای جمهوری اسلامی، در اقتصاد و سیاست و هر چیزی که به جمهوری اسلامی، قوانین جمهوری اسلامی نمیتونه اساساً خواستهاش متحقق بشه و به این عنوان دست بردار نیستن تا کل این سیستم آموزشی، پرورشی و کل حیات جمهوری اسلامی به پایان برسه. آیه رشیدی، یکم مسئله دیگه که مطرح شده، دانش آموزایی که معترضن میگیرنشون، بعد اینا رو میفرستن به دارالتأدیب. اساسا با چه هدفی این کار داره صورت میگیره و به لحاظ حقوق کودکان اصلا کجا قرار میگیره؟ ببین، فراموش نکنیم که جمهوری اسلامی یک حکومت کودک‌کشه. اعدام در قوانین جمهوری اسلامی، اعدام کودکان به رسمیت شناخته شده. بچه رو میگیرن 2 سال زیر حکم اعدام نگه میدارن و بعدن اعدامش میکنن. کیان 10 ساله رو با شلیک مستقیم گلوله کشتن. اینی که بچه ها رو میفرستن دارالتأدیب یا بعضن مکانهایی که بسیار ناامنه، به دو دلیله. یک، اینکه خود دانش آموزا رو بترسونن و یک جو خفقان رو در جامعه ایجاد بکنن. دوم، پدر مادرها رو بترسونن از این که به دانش آموزاشون اجازه ندن که برن در خیابون، برن در مدرسه و به این اعتراضات اعتصاب پیوندن، و از این طریق میخوان جامعه رو مرعوب بکنن، جامعه رو بکوبن. ولی میبینیم که الان بیش از نزدیک به 3 ماه، الان در ماه سوم هستیم که دانش آموزا هنوز در خیابان هستن. امروز شما گزارش فیلمی داشتین که نشون میده که دانش آموزان همچنان ایستادن تا پایان عمر جمهوری اسلامی، به این دلیل که به هیچ عنوان متصور نیستن که هیچ گونه حقی در فضای جمهوری اسلامی برای اونها احیا بشه. سپاسگزارم از شما رضا رشیدی، فعال حقوق کودکان از لندن، همراه ما.